سلام دوستان رفتتون بخیر مهدی هستم از, از سری جی آر توتوریال با یکی دیگه از قسمت های آموزش نرم افزار افتر افکت در کنارتون. امروز قراره که با هم دیگه یاد بگیریم که چطور میتونیم خیلی سریع و راحت به کمک افتر افکت یک تایمر درست بکنیم پس بهتره که خیلی تایم رو دست ندیم پس بزن بریم اولین کاری که باید بکنید اینه که یه نیو کامپوزیشن درست بکنید پس روش کلیک میکنم ابعاد شروع 1920 در ده میذارم باشه فریم ریت 24 و مدت زمانش هم روی 10 ثانیه تنظیم میکنم روی اوکی کلیک میکنم کامپوزیشن من ساخته شد حالا باید لایه بک‌گراندی که قبلا ایمپورت کرده بودم توی پنل پراجکت رو بگیرم و درگ بکنم توی تایملاینم من میخوام از این بگراند استفاده بکنم شما میتونید از بگراند خودتون استفاده بکنید یا حتی بدون بگراند و بدون پس زمینه پروژهتون رو انجام بدید خیلی راحت حالا باید یه دونه لایه سالید درست بکنم برای این کار میام به منو لایر نیو و روی سالید کلیک میکنم رنگش رو رنگ سفید میذارم باشه روی دکمه میکام سایز کلیک میکنم و اوکی رو میزنم سالیل من ساخته شد میام به منو افکت تکست و تایم کد رو انتخاب میکنم خب همونطور که میبینید تایم کد خیلی کوچیک توی کادر مشکی برای من اینجا ایجاد شد و توی پنل افکت کنترل هم کلی تنظیمات برای تایم کد بوجود وجود داره که اول از همه میرم سراغ تکست سایز اگر که روی این آیکون بزنم اسلایدر زیرش برای من ظاهر میشه و میتونم سایز اون رو تغییر بدم من استرادیا رو تا می میکشم جلو و میبینید که بزرگ شد حالا میخوام محل قرارگیری رو روی وسط صفحه تنظیم بکنم از طریق این هندلی که اینجا وجود داره و کلیک و درگ میتونم بگیرم و بیارمش وسط صفحه اگر که نخواستید از طریق این هندل استفاده بکنید میتونید بیاید توی پنل افکس کنترل و تکس پوزیشن و از طریق دوتا کادر عددی که برای مختصات x و y وجود داره جای اون رو تنظیم بکنید به نظر من الان جاش مناسبه حالا این نکته وجود داره اینکه اگر که دقت بکنید میبینید که توی قسمت تکست سایز اسلایدر من تا انتها اومده سمت راست و مقدارش از سال بیشتر نمیشه من بیشتر مقداری که میتونم تا کنم و بزرگ بکنم تا 128 اگر که بخواید از این بیشتر بزرگ بشه کافیه که بیاید لایه سالیدتون رو انتخاب بکنید بیاید توی قسمت ترانسفورمش و برید سراغ اسکیلش و اسکیلش رو بیشتر بکنید به همین دلیل بود کلایه سالید رو ساختم که بتونم هر چقدر که میخوام مقدار و ابعاد کودم رو بزرگ یا کوچیک بکنم. بذارید برگردیم به پنل افکس کنترل. گزینه بعدی گزینه تکست کالره که از اسمش مشخص اشکال میکنه رنگ تایم کود من رو عوض میکنه به طور مثال من الان رو روی رنگ قرمز تنظیمش کردم. گزینه بعدی هم باکس کالره که خب روی رنگ مشکی تنظیم شده میتونید روش کلیک بکنید و رنگش رو عوض بکنید سفید بذارید یا هر رنگ دیگه که دوست دارید میبینید که رنگ کادری که دور تایم کنم بوده عوض شده اما خب اگر که اصلا نخواستید این کادر وجود داشته باشه کافیه که بیاید و تیک گزنه شو باکس رو غیر فعال بکنید پس با روشن خاموش کردن تیک گزینه شو باکس میتونید تعیین بکنید که کادر دور تایم تون وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه گزینه بعدی اپسیتی. هم که از اسمش مشخصه اپسیتی تایم من رو کم و زیاد میکنه حالا بذارید این بالا سراغ دو تا گزینه اول دیسپلی فرمت و تایم سورس بیایم سراغ گزینه دیسپلی فرمت منو مقابلش رو باز میکنم میبینید که به شکل پیچ فرض گزینه اس انتخاب شده FF یعنی فریم اس اس یعنی سکند یا ثانیه ام ام یا دقیقه و HH اچ یا ساعت نحوه قرار گرفتن اعداد در تایم کورم رو کنار هم دیگه مشخص میکنه و به همین ترتیب که میبینید فریم ثانیه دقیقه و ساعت بذارید تایم لاین رو پلی بکنه آیه همونطور که میبینید به محض پلی شدن تایمر من شروع به کار کردن میکنه یک 2 س 4پ شروع به عدد انداختن میکنه تا به انتهای تایملاین برسه اما اینجا رو نگاه بکنید شیشو 23 فریم 24 فریم و هفت یعنی مقدار فریم من روی 24ه تا 24 فریم میاد و بعد میره سراغ ثانیه بعدی اگر که شما میخواستید این مقدار 24 رو تغییر بدید یعنی مقدار فریمتون به جای 24 تا یه عدد دیگه به طور مثال تا 60 بیاد بالا و بعد بره سراغ ثانیه بعدی یا تا 100 بیاد بالا و بعد بره سراغ ثانیه بعدی خیلی راحت میتونید تنظیمش بکنید کافیه که بیاید توی پنل افکس کنترل قسمت تایم سورس و روی منوی مقابل اون به جای لیر سورس گزینه کاستوم رو انتخاب بکنید و توی گزینه کاستوم در بخش اون میتونید تایم یونیت همین گزینه رو تغییر بدید به طور مثال من الان روی 60 تایم یونیتم هم رو تنظیم میکنم حالا اگر که نگاه بکنید میبینید که مقدار فریم من تا 60 بالا میاد و بعد میره سرغ ثانیه بعدی در انتها بیاید تیکه گزینه کامپوزیتان اورجینال رو غیر فعال بکنیم تا بگراندی که به عمنه پس زمینه اورده بودیم نمایان بشه حالا بذارید رنگ تایم کنم رو به رنگ سفید تنظیم بکنم به نظرم اینطوری جذابیت بیشتری داره خب تایم کار من ساخته شد اما کار ما تو این پروژه هنوز تموم نشده یه کار کوچیک دیگه مونده که انجام بدیم و جذابیت پروژه ما رو خیلی بیشتر میکنه پس با هم همراه باشید فقری که میخوام ایجاد بکنم اینه که میخوام زیر تایم کدم یه دونه پروسس بار ایجاد بکنم تا وقتی که تایمر من شروع میکنه به تایم انداختن این پروسس بارم شروع کنه به پر شدن و به انتهای تایم که میرسه پر بشه برای این کار اول از همه توی پنل کامپوزیشن با زدن کلیدها ترکیبی کنترل آر میام و خط های بالا و پایین کامپوزیشنم رو مشخص میکنم یعنی نمایانشون میکنم حالا به کمک کلیک و درگ روی اونها میام و دو تا لاین در دو طرف تایم کدم ایجاد میکنم حالا میام و دوباره یه لایه سالید درست میکنم رنگش رو سفید میذارم باشه و روی دوکه میک کام سایز کلیک میکنم و اوکی رو میزنم حالا لایه رو انتخاب میکنم ابزار رو رو ور میدارم و یه دونه ماسک ایجاد میکنم حواستون باشه که حتما لایه رو انتخاب بکنید و رکتنگولارتون رو رسم بکنید وگرنه نه به جای ماسک برای شما یه دونه شیپ لیر درست میکنه هم خب من شیپ لیر نمیخواستم و ماسک میخواستم پس لایم رو انتخاب کردم و بعد رکتنگولارم رو انتخاب کردم و اون رو رسم کردم حالا همطور که میبینید ماسکم برای لایه سالیدم اعمال شد میام توی قسمت ماسک پتس تایم ایندیکیتور هم رو میبرم انتهای تایم لاین قرار میدم و روی آیکون حساب کلیک میکنم تا یه کی فریم درست بکنم میام روی ابتدای تایم لاینم و مجدد روی استاپ واچ کلیک میکنم تا یه کی فریم دیگه درست بکنم حالا میخوام ماسکم رو تغییر شکل بدم انتخابش میکنم و میگیرم و فشور داش میکنم تا گایز سمت چپ تایم کنم برسه میبینید که وقتی پلی میشه خیلی راحت process بار من داره شروع به پر شدن میکنه اما یکم میخوام قشنگترش بکنم ماسکم رو انتخاب میکنم کنترل دی رو میزنم تا یه دابل ازش بگیره حالا میام روی ماسک دو یعنی ماسکی که کپی گرفته شده و این گزینه این گزینه رو یکم تغییرش میدم بیشترش میکنم میبینید که انگار ماسک من رو به سمت بیرون داره آفست میکنه و حالا مقدار اپاسیدیش رو هم کمی کمتر میکنم روی سی تنظیمش میکنم میبینید که الان یه حاشیه با اپاسیتی سی دور پراسس من ایجاد شده که به نظرم قشنگترش کرده حالا باید کی فریم های ماسک پتش رو پاک بکنم باید اول کیفریم ابتدای کیفریم اول رو پاک بکنم و بعد کیفریم دوم رو پاک بکنم حالا میبینید که به خوبی تونستم یه کادر هم برای پروسس بارم ایجاد بکنم فقط با زدن کنترل دی و کپی گرفتن از ماسک و تنظیم کردن اون خب حالا میخوام یه کار دیگه بکنم که به نظرم جذاب ترش میکنه میام توی پنل پراجکت و یه دونه ساند افکت عقب اینجا آورده بودم صدای تیک تیک ساعت میده بذارید وی فرمش رو بهتون نشون بدم اینم از ویفورمش به نظرم کار رو پخته تر میکنه بذارید با هم دیگه گوش بدیم یادتون نره که همیشه ساند ها و افکتور سعودی کار شما رو به شدت پخته میکنه و جذابیت خیلی بیشتری بهش میده پس بهتون پیشنهاد میکنم که همیشه سعی کنید از یک سری ساوند افکت متناسب با پروژهتون استفاده بکنید کار ما تقریبا تموم شده اما یه تغییر دیگه مونده که دلم میخواد اون رو هم بهتون بگم میام یه ادجاستمنت لایر درست میکنم راه دیگه اینه که بیام به منو لایر و قسمت نیو و ادجاستمنت لایر رو انتخاب بکنم حالا میام به پنل افکتس پریسید و فور کالر گرادیانس رو تایپ میکنم و افکت فور کالر گرادیانس رو میندازم روی ادجاستمنت لایر تو قسمت افکتس کنترل میبینید که مثل بقیه افکت ها کلی تنظیمات داره اولین تنظیمی که میخوام تغییرش بدم بلندینگ مودشه که میتونم بلندینگ مود اون رو تغییر بدم و رو هر مودی که دلم میخواد بذارم مود اوورلی مود اسکرین یا هر مود دیگه یعنی من از مود سافت لایت میخوام استفاده بکنم حالا کاری که میخوام بکنم اینه که وقتی که به اول تایم لاینم هستم و تایمر من صفره و پروسس بارم هنوز شروع نشده سبز باشه و وقتی که جلو میره و به انتهای تایملاین هم میرسه و تایمر من داره به انتهای نزدیک میشه و پروسس بارم داره پر میشه میخوام تصویر قرمز بشه دقیقا حسی رو داریم که وقتی که شمارش محکوسه یه دونه بمب ساعتی داره کار میکنه برای این کار برای کمیت های کالر 4, کالر 3, کالر 2 و کالر 1 از افکت فور کالر گرادیانت هم یه دونه کی فریم درست میکنم و حالا از طریق این کالر پیکر میام و یه رنگ سبز انتخاب میکنم رنگ هر جایی از سبگی اون بخواد حتی میتونم بیام و به کمک کالر پیکر روی استاب کالر سبزی که اینجا دارم کلیک بکنم تا خیلی راحت بتونم یه رنگ سبز یکسان رو به هر چهار تا استاب هم اعمال بکنم حالا لایم رو انتخاب میکنم میام تو قسمت افکس فول گرادیانس و پوزیشن کالر تا چارتا کی فریم هم رو بتونم ببینم همینجاست این چارتا کی فریمی که من ایجاد کردم حالا میام به انتهای تاملان جایی که قرار رمجیز قرمز بشه و خیلی راحت دوباره میخوام کی فریم ایجاد بکنم روی یکی از استاب کالرها کلیک میکنم و رنگ اون رو به رنگ قرمز تغییر میدم و به کمک کالر پیکر ها همون رنگ قرمز رو برای ستا رنگ دیگه هم تنظیم میکنم حالا خیلی راحت میتونید ببینید که وقتی که من پروژم رو پلی میکنم و تایمر من شروع به تایم انداختن میکنه و به انتهای تایم نزدیک میشه رنگ صفحه از رنگ سبز به رنگ قرمز میره و جذابیت خیلی بیشتری داره خب دوستان به پایان این آموزش رسیدیم امیدوارم که از این, این ویدیو لذت برده باشید و به دردتون بخوره و بتونید تایمرهای مختلفی متناسب با نیازی که دارید درست بکنید یادتون نره که این ویدیو رو لایک بکنید نظراتتون رو زیر همین پست برای ما کامنت بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و در آخر هم یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید تا آموزش‌های دیگه از سری جیر توتوریال خدا نگهدار